تمرینه، طراحی شماره دو. اولی تمرین خوبی بود نه؟ لذت بردید، آسونم. تمرین طراحی شماره دو، همون تمرین طراحی شماره یک رو تکرار کنید با یه تمرین جزئی. خروجی میخواییم دیفرانسیل باشه به جای سینگل اندده قبلی. سوینگش هم خب دیفرانسیل دیگه، سوینگ دیفرانسیل هم باشه پنج کن بعدی یک یک دو بیگ دیگه تقصیه هم چقدر بود؟ سه بود بود؟ خازنه لود هم برای که اشتباه نکنید هر طرف یه پیکو فارده دیگه رازی این خوبه؟ سفی تمنیه 11 6 رو قبلا دادیم اه؟ دوست دارید داشته باشیم؟ چی دوست دارید بچه ها؟ نوعه اضافه بذارید چی؟ اضافه بذارید تا هر تا اون برای دنیا میدم ها پایده نداره نمیدید تو کی دوست دارید؟ این اومده بچه ها چیکارش کنید؟ مثل این زندانه که پشتش هست؟ بپرسیم از این چرا دیر اومده؟ این دلیلش معقول بود داشته چرا دیر اومده؟ نفس یعنی خوزن مواجه آقای مهندس ها تفریر نه؟ دو هفته خوبه به نظر من اگه دو هفته باشه یه تمرین دیگه هم میتونم بهتون برسم روز آخر کلاس قبل از شروع درس خوبه؟ به نظر من ما یه دو طبقه هم طراحی میکردید اما حالا دیگه نمیخواید دیگه به نظر من خوبه اینو ده روز بذاریم بعدی رو هم بذاریم تا آخر ترم نمیخواد چی؟ نه من اصلا موافق نیستم کلاس که تموم شد بچه ها باید امتحانشون رو گرفتن بگیر زندگیشون راحت باشه این که تا ابد دنبال من بیاد و بعد تمام تعطیلات بین دو ترم هم مجبور شدیم من بسیار با این مخالفم یه قانون هم تصویب کردیم که این کارو نکنه هر کی این کارو بکنه از اساساً غیر قانونیه قانون رو با خودم پیش بودم که تصویب شد بچه ها امتحان فاینالشون رو دادن دیگه باید اساساً دیگه هم شده طلاقه به کجا میشه اعتراض کرد؟ این کارو اعتراض که نمیشه محترمانه به معلمتون میگی که خواهش میکنم این کارو این قانونتون بسیجی ده که استادی تو روزه تنافر بعد داره روزه چون برش وقت تایم تانون رو دیدیم تر تانون ما که اینجا مجلس قانون گذاری نیست میگیریم بس میگیریم دولاری قانون هست نه حالا دیگه برزه این قانون هست تصدیب شد تو گروه الکترونیک علا خصوص خیلی محکم تصدیب شد بریم سراغ من دو تا نکته براتون بگم بچه ها که بچه ها اومدن پرسیدن از من تا
توی ساعت رفتار نایمدی بازم پیش من، مشتری من بودی قبلا. تو ساعت رفتار من بگم، یکی اینه که ببینن یه فایل رو میخوای پایدار باشه، چجوری کامپنسیتش میکنی؟ قطب اولش رو انقدر میاری پایینی که قطب دوم سومش بالا باشه، به طوری که اینجا که لوپ گین یک میشه، این چیه؟ این دامنه ای با فرکانس. اینجا که لوپ گین یک میشه، وقتی فاز رو تماشا میکنم، این فاز ایه، اف هم فاز نداره دیگه، فاز لوپ گین باید باشه که من میبینم فاز ای، چون اف فاز نداره. اینجا ها که میام، فاصله فازم تا 180 درجه باشه چقدر؟ فیس مارجین، هر چقدر که هستش باشه. برای ستلینگ تایمی که من بهتون میدونم، بعید میدونم 45 درجه کارتون را بندازم. خیلی خب ببین این مدل هم این اگر اینجوری هم اتفاق بیفته همون کارو میکنه، میاد پایین اینجا فاز رو نگاه میکنی باشه چقدر؟ مثلا همون با مثلا 60-70 درجه منهای مثلا 120 درجه. خب اینجا باشه منهای 120، بعد هم فاز ادامه بده پایین رفته، این هم رای جوری باشه. طبق قانونی که داریم، اصلا طبق حرف های نایکویست این پای داره، چون منهای یک رو داخل نمیگیره، درسته؟ اما اگه جواب زمانی رو نگاه کنید، ببینید اینجا رو نگاه کنید، مدت خوبی، گین، بسیار لوب گین هم نزدیک یکه، اما فاز هم داره همینجوری میافته، یعنی اینجا ها که نگاه میکنید، فاز از 180 هم بدتر شده احتمال. انتظار دارم جواب زمانی این سیستم دیگه از اون رابطه قشنگ فیس مارجین در نهایه و حدس میزنید چجوری میشه؟ این میشه جواب زمانی این سیستم. یعنی این پدیده رو شما باید چیکار کنید؟ ازش اجتناب کنید. معمولا صفرهای سمت راست این کارو خیلی جدی میکنن. این اتفاق میفته وقتی صفرهای سمت راست رو نزدیک میشه، مثلا یکی از دلایل میشه. در هر حال شما اینجوری این کامپنسیشن به درد نمیخوره. من جواب وقتی که ستلینگ تایم اینها مهم هسته، این اتفاق رو میندازه درستش کنه. یه نکته بعضیتون هم دیدید دیگه توی طراحیاتون این پدیده رو. نکته بعدی که بچه ها پرسیدن خود رو شما هم بگم، راجبه پاور ساپلای ریجکشن ریشیو چیه داشتان؟ گفتیم اون چه که هست اینه که نویزی که روی سیگنال‌های کثیفی که روی منبع تغذیه هم هست نمیخوام بیان توی خروجی، اینجوری که حسابی میان، نه؟ چجوری؟ در وقتی خروجی رو میخوام نگاه کنم، خروجی از دو مسیر ایجاد شده، یکی سیگنال ورودی با همون گین اینایی که بلدن میاد خروجی، یکی دیگه جمع هستان، یکی دیگه از این مسیر میاد خروجی. این مسیر تقسیم ورتاژ بین مقاومت درین و آرئوی ترانزیستور هم خیلی بدجور شد، نزدیک گین نزدیک مثلا چقدر شد؟ نزدیک یک شد. همه اون کثیفی حساب میان توی خروجی، در مقابل یکی که با گین این ترانزیستور هم میاد حاصل باید ریجکشن ریشو همان از یک کمتر دیگه، یعنی نسبت این گیم بگیرم به این گیم، اما خیلی هم عالی نیستش. چی میذارم؟ اگر اینو بذارم چی میشه؟ اگر در ساده ترین وضعیتش اینجا رو به یه ولتاژ دیسی مستقل از ویدیدی وصلش کنم، در ساده ترین وضعیتش دو تا مسیر سیگنال دارم، یکی اینه به خروجی، یکی اینه به خروجی. این از طریق گیت مشترک میاد اینجا GM RO GM PMOSه، این از طریق NMOSه میاد سورس مشترکه GM RO، اونتا این GM P RO میاد RO بزرگ، چون RO هست موازی اینو نید. این از طریق GMN RO، این اصلا خوب نیست به نظر میاد، Power Supply Rejection Ratio نسبت GM P به GMN کوچکتر از یکی، اما خیلی ها کوچکتر از یک نید. این معمولا جی امش کوچیکتر از اینه، نکی لوده، ممکنه حتی الش بزرگتر هم بگیری که تمام گین خوبی بخرید. و هر صورت این میشه. این قضیه من گفتم میتونی گین رو با هر روشی که گین این ور رو خیلی خراب نکنی، گین این ور رو کم کنی، اوضاع بهتر میشه. مثلا اینجوری گینش رو کم کنی. یا چی؟ از اون بهتر اینه که
مثلا اینو اینجوری که بایسش اگه این شکلی بایس کنم، حالا اتفاقی که میفته اینه که سیگنال VDD از این ور میاد، از این ورم با گین عکسش میاد، نه؟ از این ور طریق عین اینجا دوباره این سیگنال مزاحم نویز ویدیوی VDD از این ور با این گیت مشترکه میاد، میشه GMPRO. از این ور سیگنال اینجا و اینجا که یکیه، نه؟ از این ور همین سیگنال GMPRO و علامت منف ها میاد. انشالله هم دیگر رو حالا با تقریب درجه یک اثر هم رو حذف میکنم. میبینید چه اتفاقی افتاد؟ حالا با دقت بیشتری حسابش کنم. آقای بچه های به آقای رضوی رجوع کردن. آقای رضوی هم یه حرف خوبی میزنه، همین حرف رو تو طبقه دیفرانسیلیش میزنه. اتفاقا که میافته چی هستش؟ سیگنالش رو که میدونن چجوری میره، نویز روی تغذیه هم چجوری میاد، این نویزی که روی تغذیه هست چجوری میاد. اتفاقی که میافته اینه که این یکی یه دفعه از اینجا میاد، یه دفعه از اینجا میاد، انشالله هم دیگر رو چکار میکنن؟ کنسل میکنن میره. و هر صورت این یه مسیر دیگه هم داره که از اینجا میاد میره اینجا. چجوری؟ یادتون باشه این اتفاقی که افتاده اینه که این مداره میشه توی GMVGS یادشه آره. و چیزی زمین نیست اینجا ها، این وسط زمین هیچ کشکی رو دارم با کیبل KTL بنویسید حل کنید. این سیگنال کامن مود دو طرف اعمال شده. آیه نظری هم یه بصیرت خوبی نسبت به کامن مود همه جا استفاده میکنه. اینه که وقتی سیگنال هم بچه نگاه کنید کامن مود هستش، این مدار کاملا متقارنه. یادتون باشه به عکس دونه بایپولار این اثری روی عدم توارن مدار هم نداره چون جریان نمیکشه. اگه این کاملا متقارنه که هستش لازمی کیبل KCL رو بنویسی، چون این رو میگه به توضیح نداره این تیکه. اینجا ظاهر میشه؟ اگه اینجا ظاهر میشه مگه نه اینکه کاملا مدار متقارنه، عینش هم اینجا ظاهر میشه. گینه یکی که ایشون گفته یکی بود از من پرسید از کجا آمده. حالا ببینید دلیل تقارن یا کیبل کیسی ها بنویسه ببینید چه سیگنال کامن مود در حقیقت داره به دو طرف یکسان اجرا مدار تقارن داره، انتظار دارم دوتا گره یکی باشن. برای همین یک ضرب گفته اینجا مساوی. چی؟ تقریبا اینجوره، چون اینجا یه آر ام یک روی جی ام، بعد اینجا یه مقاومت بزرگ و تیرای بزرگ داره. چی؟ یک 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 نی، اما آیا دعوایی دارید انقدر اهمیت داره این پدیده؟ آفرین، یک یک نیست درسته. چون آخه اینجا یک یک نیست دیگه، دلش اینه. خوبه، این هم از این حالا رو بس. اون سیتلینگ تایم که از 4 تا 6 تا مقام میگه اون فقط سیستم تک قطبی اینطوریه. بله دیگه. از کجا اومد؟ گفتی که مثلا وی او هست یک وی آی ضرب در یک گینی، حالا یه قطب تک قطبی امفایل رو سیو کردم ان شاء الله تک قطبی منهای تی به تاو، نه بچی یک منهای تی به تاو در تی مثلا اینجوری بره فرقی نمیکنه. یکی من های ای باوره تی به تر. حالا این چقدر طول میکشه به مثلا 0.99 درصد مقدار نهایش برسه؟ حل میکنه تاو میشه بوده تی میشه 5 تاو. از اینجا در میان سوالش بود فیز مارجن شد من گرده کار تو را میبینه. آها نه نه، این مال سیستم تک خطبیه دیگه. ما تو الکترونیک 3 دیدیم دامنه رو که نگاه میکنی واقعا رفتار تک خطبی داره، اما فازم فقط وقتی که فیس مارجین هم 90 درجه است رفتار تک قطبی داره. و اگر فاز زودتر بیفته که میفته فیس مارجین هم کمتر از 90 باشه که بیشترم دوستش دارم، حدود 60-70 درجه اگر این تک قطبی فیس مارجین 90ه حدود 60-70 درجه اینجور میشه ستلین تایم بهتری خواهم دارم. اینجا یه فرمولیه باید استفاده کنیم
چه فرمولی ما باید استفاده کنیم؟ مثلا اومده اون رو پنج چهار بازی میشه. نه، همون دارتون رو تقریبا همین میزنید، باید یه خوب بهتر میشه. اگه بخواید خیلی فرمولی هر کنید، بعد که فرمول دارید، بعد بخواید چیکار باهاش بکنید. کاری به اون رابطه آنالیتیکی رو به دست بیارید، کاری باهاش نمیشه. معمولا همین رو معیار میذارم، میگم اگه اینو میت کنم، حتما جوابم بهتر میشه. به شرط که فیس مارجین هم مثلا نشه 30 درجه. سی درجه بشه، حالا یه رینگینگ مفصل داره که جوابت از این بدتره، میگه حدود 60-70 درجه از این بهتره. توی تمرینی که بهتون دادم، تمرین طراحی دو، همونه، همون نکات رو دوباره بررسی میکنی، فقط سوینگتون بیشتر شده، باید طبقه ورودیتون رو مراقب باشید، نه؟ یه کامل هود فیدبک هم میخواید رفرنس دیگه نکتا، شاخه رفرنس هم کتر داریم. یعنی چی شاخه رفرنس؟ اگه شاخه رفرنس لازم داری باید تعریف کنیم. ولتاژ بایستار یعنی بهش با ولتاژ مسلمه، باید یه چیزی باشه که اونی که لیات خواهید کرد که بسازیدش کار کنه رو بخواد. برو شما درست هم. TS لارج سیگنال و اسمال سیگنال سپنه دار. لارج شما محدود به چی میشید؟ به زوریت میشید. اسمال سیگنال اینجوری میشه که ما حساب میکنیم. اینجور من نگاه میکنیم مثل اینکه قانع نیستی، بیا بعد از کلاس با من صحبت حتما یه چیز دیگه تو ذهنه. راجع به بحث بدیم تو ما مثلا با فرض کار ششتمون و اومگا رو مثلا با سه بدیم تی مثلا پنج تا پنج تا بعد تا هستی که اومگا رو این سایی میکنیم برای مثلا پیس ما جانو که سی داره خب؟ بعد بهش بگه سی داره خب حالا چیکار کنیم؟ رینگ خارج تقریبا میکنم بعد بالا یک کم کنیم و اومگا یو میاد پنج پنج اصلا دو تبقیه آرزی میذاریم خب پنج تا بیشتر از ده همسانی اون برنامه که به مدرتون که باید چی کارش بکنیم اگر در این وضعیت باشید با شرمندگی گزارشم رو تحلیل میدم نمرم کم میشه اما اگه زور بیایید تو اتاق من مدار تو تماشا کنید با هم نگاه میکنید به نشون میدم چجوری میشه من نمیتونم یه نسخه عمومی بدم مدارتون حتما زور بیاد با هم میبینی که یه کارایش میکنیم بهتر میشه موافقی؟ اگه لپتاپ تم بیاری همونجا چکش هم میکنیم میبینی که بهتر شد مثلا تو دو دقیقه یه راه سریع داری مثلا آرزی بذاریم که چیز کنه؟ ببین معمولا دو تا مسیر فعلا استاندارد هست باشه یکی اینکه وقتی که فیس مارجین هم خرابه های رضوی چی کار میکنن؟ بیا ببینم کینگ خرابی رو انجام داده مثلا میبینم قطب دوم هم زیادی نزدیکه این قطب دوم هم کجاست مثلا پی اکسه مثلا عرض میکنم ما پس معلوم میشه که پی اکسه میدونی چه اون تو فولدر توی کسکو ها گریه مقاسطی خب باید یه جوری اونو دورش کنم ها چند جور میتونم دورش کنم مثلا جریان رو دارم چون یک رو جی امه چون این قطب با جی ام ساخته میشه دیگه یک رو جی ام کوچیک میشه خب این قطب لابد دور میشه چیز دیگه ای هم تغییر نمی کنن فازن ها و این ها تغییر نمی کنن که تاقیه جریان نیستن پس این دور میشه مثلا یا روش های دیگری که برای اون دارن تا روش های عجیب غریب و اگزاتیکی مثلا اونجا خازن منفی اضافه کنیم به طریقی توی مثلا عرض میکنم توی تقریب میلر اگر اون امفایلی که دو سرش خازن میذاریم گینش منفی نباشه مثبت باشه تو ورودش خازن منفی نشون میده شاید بتونم یک این کار را هم بکنم مثلا چجوری؟ مثلا دیگه ما مثلا برای اینکه ببینید خازن منفی نکنید این کار را این کار را کار را خوبی نید من همینجوری فقط میخوام به شما بگم راه های غیر استاندارد دیگه هم میتونه باشه مثلا نگاه کنید این پی اکس هم باشه خیلی خوب گین از اینجا تا اینجا چیه؟ مثبت حالا یه خازن بذارم چه اتفاق میفته؟ اینجا اصله مثل یه خازن منفی خود شده شد یا اینجا یا مثلا میگه یا بالعکس نمیدونم یه چیزی هم تو ذهنم جورای دیگه خیلی جورای دیگه میشه جولای خیلی عالیش رو ما چند تا طراحی خوب داریم میتونید بیاید ببینید که ساختیم تست کردیم دیدیم با خاندن مفتی هم خیلی عالی بود پاده بود این که پس چیه یکی اینو یا اندازه دیوایس هم تغییر بدن باز این اتفاق میاد این یکی دیگه اینه که نه اینو جابجا نکنم به طریقی اثرش رو حذف کنم دیدید اینجا به طریقی حذف کردم یا با قولشون صفر تو اون
حوالی بذارم که اثر قطب رو حذف کنه یا بسته به مدارتون کارهای دیگری میکنه. فعلا دو تا راه استاندارد دیدیم، یکی اینکه قطب رو دور کنه، یکی اثرش رو جوری حذف کنه، اثرش رو مثلا با یک صفر حذف کنه. جی ام ام ترانزیستور همون گیت اگه زیاد کنیم که اون قطب دور شه این چطور؟ یعنی دبلیو به ال شو بزرگ کنم. جریان هم که زیاد میکردیم این اتفاق افتاد، دبلیو به ال که بزرگ میکنه خاصونی گیت سورسش هم بزرگ میشه. مستقیم میاد اون با یه سری چیزه دیگه داره جمع میشه. خب از اون خودم جی ام با جذر دبلیو به ال بزرگ میشه، سی جی اس با دبلیو ضرب در ال بزرگ میشه. قبوله؟ حالا باید دید دیگه آیا اون اتفاقی که دنبالش میگردن میاد دیگه. دیگه چی؟ بر درست کنو؟ شما باید کلاس من بید. سوالی دارید از بند گپ رفرنس؟ اون آری یه مداری داشتیم که آف هم هم توش داشت. اونجا ما وی او رو میتونیم هم این یکی بگیریم هم اون سر بگیریم. بعد اینا مشتقاشو که میگیری نسبت به تی دوتا معادله مختلف میگیری. بیا بعد از کلاس با هم مشتق بگیریم بهتر شما در چجوری میشه. یه سوال هم من بکنم بریم. استاد این نموداری که کشیدین که یه سهمی بود و از ازش کنی که نقطه صرف کردیم دیدین که ما تو یه نقطه هم نکردیم یه نقطه صرف کردیم. این جداش مشتقش منفیه به این معنیه که این خودشو به سمت پایداری میکشونه، چون اگه یه ذره تی رو ببریم بالا مشتقش منفی میشه. مشتق پایداری یعنی چیه؟ یعنی که خودشو سعی میکنه دوباره بیاره سمت. نه همون رقم منحنی منحنی است که اگر در با درجه حرارت وی اینجوری تغییر میکنه. فیدبکی هم نداریم که بگیم این پدیده فیدبک اونجا اتفاق افتاده. نه جوابتون میگه که نه من توی جواب. من هم یه سوال بکنم چون من میپرسم شما بعدا خودتون جواب بدید. اینو جورای مختلف این سوال میشه کرد. هر جوری بپرسید جوابش یکیه. دفعه پیش من اصلا نشون تو دادم چرا به این میگم بعد گرد رفت. یک کاری کردم که حوصله‌تون سر رفت، مشتق گرفتم و دلتا وی به دلتا تی رو به دست آوردم، نشون تو دادم که چی هستش، یه چیزی بود که دیدیم. بعد اومدم ورتاژ خروجی رو به دست آوردم، ورتاژ خروجی برای بند گرد رفت شد ام به اضافه 4 یا 3 ضرب در وی تی به اضافه ای جی به کیو. یک و یه دهم و یک و دوازده صد رو ممکنه بیا عدد کوچولوی جمع میشه. درسته؟ اون چیزی بود که به دست آوردیم. برای همین هم گفتیم بعد گپ رفرنس یک و خورده ای بود. حالا بعد پس اینجوری که ما ساختیم یک و خورده ای بود. حالا یه سوال ازتون دارم. امید الان گفتش ما قبلا دیده بودیم، من نشونتون هم دادم وی او اینجوری با درجه حرارت تغییر میکنه. من اینجا صفرش کرده بودم. اینکه اونجوری می درجه کم شه، کم میشه، زیاد شه، زیاد میشه. نه؟ مشتقش همونی که ما می گرفتیم نیم. چی شده؟ یه جه نه، هیچی که ثابت ثابت ثابته. ما شما سوال. اینا باید جلسه پیش نمه هم میگوید. آقا این که اون نیست. چی شده؟ میخواد جواب بدید؟ نمیخوام جواب بدید. فکر کنید. چی شده؟ هیچ چیز غلطی نیستش. هیچ چیز غلطی اینجا نیست. همه حرف هم همون نیست که من زدم. یه چیزی رو درست نگاه نمیکنه. این جواب هم درست. چی استدلال هم در حقیقت درستی است. بکنم که دمایی خاصی ما اونو چیز کردیم. بعد حالا دمایی که میره جلو واقعا. نصفش رو گفتی. نصف دیگهش که این که حالا نشون بده دیگه که چه اتفاق رو گفتی. این طبیعیه با فرد. این درسته. با فرد ما کردیم درست. با بقیه هم کانسیستنته. با بقیه هم کانسیستنته. این بود؟ تو هلند موبیلیتی. نه 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 مال اینا نیم. این تو کاری که محاسباتی که ما کردیم باید اینو تطبیق بدید. همه چی با هم کانسیستنت. اینجا به نظر این کانسیستنسی به نظر میاد که درست نیم. بود این درسته. ما خیال میکنیم که اینجا یه تضادی وجود داره. اون رو گیرش بیارید دیگه. مال شما من پرسیدم دیگه. قبوله؟ برو سوال درس. امروز میخوام داستان برگپ رو، برگپ رفرنس رو تموم کنم. مداراش رو یه خود با هم نگاه کنیم، تو پرکتیکالیتی ببینیم چه کارهایی رو باید تو پرکتیس چه کارهایی رو باید راضی کنیم. با این شروع کردیم که اصل داستانمون بود دیگه. گفتم که اگر دو تا دیوایس داشته باشم بایپولار
هر دوشون رو توی جریان هایی بایاس کنیم، بعد اینجا یه مقاومت رو یه کیو دویی بذاریم به طوری که کیو یو این برابر کیو یک باشه. اگر مجبور کنم این دوتا ولتاژ مساوی شد، بی او یک مساوی بی او دو شه، وقت یه اتفاق خوبی میفته، ولتاژ دو سر آر آر یعنی آر آی میشه وی تی ال ان ان، با وی بی ای که جمعش میکنم و اتفاقات خوبی که قرار بود بیفته میفته. این تمپرچر کوفیشنت پازیتیو، وی بی ای نگاتیو، اومدیم اینو جوری تنظیم کردیم که چی؟ دو تا تمپرچر کوفیشنت همدیگه رو کنسل کنه، تمپرچر کوفیشنت هم صفر شه، خیلی نتایج عالی هم به دست بیاریم. خب اینو چجوری بسازیم؟ جلسه پیش شروع کردیم یکیشو، گفتیم چی؟ برای که این دوتا رو مساوی کنن این کار رو میکنن، میگم اینو دار جلسه پیش کشیدم برای تو. این دوتا ترانزیستور هم ما اسمشون رو بذاریم M1 و M2. این پایین یه دونه ترانزیستور بایپولار Q1 دارن، این پایین یه مقاومت دارم و Q2 رو دارم، به طوری که Q2 N برابر Q1 باشه که اون اتفاقی که میخوام بیفته. بعد چی؟ جریان ها هم که میخواستم مساوی باشن دیگه کرومیرو رو بذاشن. در حقیقت وصفش اینه که خود مدار جریانش رو تعیین میکنه. این هم کرومیرو از اینجا به بعدم کپی میکنم. حالا تو اول که میخوام بسازم این چندین نکته رو باید رعایت کنم که جواب ها عالی و خوب دارم. یکی این که ببین ولتاژ اینجا باید مساوی ولتاژ اینجا باشه، به شرطی اینجا مساوی اینجاست که جریان ها یکی باشن، کرنی رو جریان ها یکی باشن، چی؟ این وی جی اس مساوی این وی جی اس میشه وقتی جریان ها یکی هست، و دبلیو بی ال اینو میخواستم دبلیو بی ال شون هم یکی باشه، اون وقت انتظار دارم این وی جی اس مساوی این وی جی اس فعلا از چنل مودولیشن سر نمیزنه. اینجا چون کیو ازیاش این آره کیو یکی نبود موقع تو آیوس با صرف پایده میدازیم؟ وقت به در نمیخور که ما اتفاقا که میافته و میشین حساب کو ببین چی میشه دیم پس برم به در بدن یه جایی تو سافتورش یه کارایی میکردن دیگه موضوع من میخوام بعدم یه حساب کو ببینیم. فرض ما فرضم کردیم مجد مجد هم دیگه، اما در عمل که اینا کاملا مجد نیستن، M1 و M2 کاملا مجد نیستن که با هم هر چی بخوان مجدتر باشن، این دو تا دیواش باید بزرگتر باشن. اینو توی چیز بیشتر نگاه می‌کنیم با هم دیگه تو سیماس رو اگه حالا این دو تا هر چی دو تا دیواش اینا یاد می‌گیرن هر چی بزرگتر باشه بهتر با هم دیگه مجد هستن، به شرطی که به طور مناسب هم لیات کنیم که ما لیات رو اینجا نگاه با هم دیگه نمی‌کنیم. پس یه چیزی که حتما باید رعایت کنید اینه که این دو تا دیوایس چی باشن؟ به اندازه کافی بزرگ باشن که بگیم به مقدار خوبی با هم دیگه مچ هستن. یه نکته معمولا من یواشکی بهتون بگم چی کار می‌کنیم که آیه بگم باید چی کار میکنیم معمولا که مچ باشن. میان دبلیو بی ال اینا رو بزرگ میکنیم، فرض کن دبلیو بی ال هاشون رو میخوام بگیرم 500. یه ایده اولیش اینه که میام به جای دبلیو بی ال 500 50 تا دبلیو بی ال 10 میگیرم، این میشه 50 تا دبلیو مثلا میگم 50 تا دبلیو بی ال 500 خیلی بزرگه دیگه، یه واسه با اندازه کافی بزرگ و درست شده. دبلیو بی ال اینو میگه 50 تا دبلیو بی ال 10 برای این میگیرم 50 تا برای مال M1 رو مثلا با این علامت نشون میدن، اون یکی ها رو با این علامت، بعد اینجوری میچیننشون این ده ها رو، بعد اینا رو به هم وصل میکنم M1 میشن، اینا رو به هم M2. میدونین چرا؟ حالا اگه تغییراتی مثلا تو دوپینگ از یه طرف به طرفی داشته باشن، تغییرات حرارت داشته باشن، اینا خیلی به هم دیگه بیشتر نزدیک میشن، مجد مجد از آن در میان، از اون بهتره که از این برم مثلا بچینمشون مثلا دوباره این کارو میکنیم، به طوری که تو یه جایی وقتی که تماشا میکنم به نظر میاد توی هر تغییراتی هم بهشون اعمال شده هر دوشون متوسط اون تغییراتو میبینن، بیشتر مجد میشن
و در نتیجه باید این دوتا ترانزیستور رو به اندازه کافی بزرگ بگیرم و به طور مناسب لیات کنم که مجد بمونه. این یک نکته. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اثر چنل لنت ماجولیشنه، اثر مثلا مقاومت خروجی این دیوایس ها هستش. ببین چه اتفاقی میفته، اونم اثر میذاره روی رفتار مدن. چه جوری اثر میذاره؟ اینجوری که ببین اگه میدیدی بالا پایین چه رفتی، میدیدی بالا پایین میشه اینجا حسابی اینه با میدیدی بالا پایین میره. این VGSش یه مقداریه ها، میدیدی بالا پایین میره با فاصله VGS اینجا شروع میکنه بالا پایین رفتن. این بالا پایین رفتنه یعنی میاد باعث میشه VDS این تغییر کنه دیگه، جریان این جریان این نباشه دیگه، چون داره VDS این تغییر میکنه. در صورت که این ور اینو نمیبینم، یه آره VDS یکی رو میبینم، اتفاقی که میفته اینه که اعتبار از این ور که نگاه میکنه یه VDE یه VGS اینجا تقریبا ثابت به نظر میاد که هست تقریبا مرا. اینجا چیه؟ اینجا داره با VDD بالا پایین میره. این حسابی اثر channel length modulation رو میبینه، این نمیبینه. این تو matching این دوتا اثر میذاره. چرا میخواستم match کنم؟ VGS ها یکی باشن که این دوتا ولتاژ یکی در آن دیگه ها؟ این یه طرف قضیه. طرف دیگه وقتی VDD بالا پایین میره اینجا که ثابته، این حالا اثر channel length modulation خودشو میبینه. چرا؟ سورسش داره بالا پایین میره، درینش ثابته، VDSش داره تغییر میکنه، این هم دوچار چنل لنت اثر چنل لنت ماجو بشه. برای اینکه کم کنم اگر مشکلی نداری ایلا رو بزرگ و به همون نسبت WR هم بزرگ کنی که اوبردرایو هاشون VGS هاشون خیلی بزرگ نشن، یا بیا کسکور کن. یعنی چی؟ یعنی از بالا این رو بساز، این کسکود بالایی، کارن میرور بالایی، این کسکود پایینی، اینم پایینی، خوبه؟ این ترانزیستور Q1، این Q2، Q1 و Q2، این هنوز M1ه، این M2. حدس میزنیم این مدار کسکاد کارل میرور رو لو ولتیجش رو ترجیح میدم بسازم که چی؟ گیر اون دوتا VGS نیافتن، لو ولتیج میسازم. این رو ولتیج بایس واسه این هم رو این رو مخواست این دایود کانکتد بود، این هم چی؟ از اینجا لو ولتیج میسازم، این دایود کانکتد دارم خروجی هم از اینجا کپی میکنم. حالا چیه؟ به همون به اندازه یکی به اضافه جی ام ها رو اثر چنل لنت ماجولیشن هم رو دارم کم میکنم اینجوری با خوب کاری دیگه. چی؟ مشکل ما چنل لنت ماجولیشن این بود، این باید مچت با این باشه دیگه. ببین اگه مچت نباشن وی جی اس هاشون اینن یکی در نمیان، این دوتا بولتاش اینن یکی نمیان، همه داستانی که دوتا یکی باشن از اینجا نتیجه گرفتم. حالا برای اینکه اثر ROA اینا channel length modulation داشت اینا ROA small signal اثر اینا رو کم بکنم چیکار کردم؟ کسکودشون کردم. کسکود که میکنم مقاومت افکتیوم یکی به اضافه GMRO افزایش پیدا میکنه. مثل اینه که اگه ولتاژ درین بالا پایین شه، حالا به جای اینکه جریانی که تغییر کنه تو دیوایس هم به جای اینکه اون ولتاژ تقسیم بر ROA باشه، تقسیم بر آر او در یکی به اضافه جی ام آر، این تغییر جریان کمتره، جریان های اینا به هم نزدیکتر هم وی جی اس هاشون به هم نزدیکتر. جواب تو گرفتی؟ خیلی خوب، این پس معمولا اینجوری میسازمش. این بالا هم چیه دوباره؟ وی دی دی هستش. از کجا میرم؟ از اینجا کپی میکنم جریان هم. حالا هر کار که میگم باهاش انجام میدم. مثلا بالا پایین میره، درین دو بالا پایین میره. خب گفتیم بیجی گفتیم که درین یک تقریبا ماتریس ثابته،
اون نفهمم چه بود این هست وی بی ای بذار وی جی اس هم وی جی اس تغییر نمی کنه اضافه اینو میگم من خب وی جی اس هم تغییر نمی کنه اگه چقدر تغییر میکنه اینا که جریاناشون بسیار نزدیک اون یه ذره اختلافشونه آنچه که هست اینه که تغییرات اینا یک کمی دارن اونقدر مهمه اونچه که مهمه این خیلی زیاد میبینی تغییر با تغییر درجه یک من حرف بارم ولتاژ بایسه این الان دوره چون میگن که اگه ولتاژ بایسات رو تغییر بدی چی؟ اگه ولتاژ بایسام تغییر کنه وقت دوباره اینجاها یه مقداری تغییر میکنه پس بهتره ولتاژ بایسات رو یه جوری بسازی که این تغییر رو نبینه مثلا چه جوری بگو؟ نبیلی ویلوز چی؟ نبیلی ویلوز بزرگی یعنی چی؟ ببین اینو چه جوری ساختمش من؟ این رو اونجوری میساختیم که میگفتیم که یه ویژه من یه کار آسون تر رو میکنم یه اون کاری که از رو خود این جریان ها میسازیم که اصلا خیالمون راحت باشه این روش رو بلد بودید دیگه وقتی که کس کرده داریم این هم یه مقاومت میذارم اینجا با این بلتاش میکنم در نتیجه اینجا میتونم یک دونه کجا بذارم یه افت بلتان یه مقاومت دو رنگی بکشم برای تو اینجوری هم میتونم بایستش بگیم شما خیلی راحت یه مقاومت بذارم اینجا حالا چی میخوام من؟ این ولتاژ اینجا هم همینجور درست کشیدم دیگه انشاءالله یه مقاومت بذارم اینجا خوب آوردم یا بد آوردم نه اینجوری باید بیارم این که باید به اینجا باید شه این ولتاژه میخوام بالاتر باشه بعد کشیدم نه خوب کشیدم این هم همینجور این که باید به اینجا باید شه این ولتاژه رو فکر کنم درست کشید خلاصه بلده دیگه الان کشیده بودی من یه افت ولتاژ رو این درست یه افت ولتاژ درست میکنم رو این ها اینجا رو میدم که کار درست کشید چی؟ حتما این استارتاپ میخواد قبلا گفته بودیم همه این مدارا که چیه جریانشون خودشون تعیین میکنن با این کار میرو رو بالا یکی از جواباشون آی مساوی صفره حتما اینا استارتاپ میخوان چرا بکشته تو این مدارا ویدیو بعد از یک کلیکت هم بزرگتر بشه مجبوره مثلا دو بازه به تکنولوژی پیش رفتن نمیشن سوال الان هر کنم از اون مدل رو میکنم الان ترانزیستر M2 گفتیم داره چند دست مجلشه میبینه اون طرف نبینه چی نفهمیده اینجا؟ الان اینجا آره دیگه اینجا ببینید اگه بیدیدی تغییر کنه با یه تغییر خوبی BGS که ثابت جریان ثابت اینجا چیکار میکنه بالا؟ ترانزیستر بالا M1 هم داره چند دست مجلشه میبینه دیگه آره دیگه من همین رو میگم این دو طرف هم دیگه تفصیل نمیکنه میکنه علاوه ما چه می‌دونیم ها اینکه این پارامترای یه پی ماس تعیینش می‌کنه این پارامترای این رو می‌دیشون می‌دونید چی میگه میگه اگه اینجا بره بالا ویدیدی بره بالا ویدیدی بره بالا اینجا تقریبا ثابت باشه جریان ایشون زیاد میشه اینجا ویدیدی بره بالا اینجا تقریبا ثابت باشه جریان این هم زیاد میشه ها در نتیجه جریان دو شاخه زیاد شده حالا هم دیگه رو کنسل می‌کنن این جریانش تابع پارامترهای پی ماس هست این ان ماس هست این اینجوری خیالم راحته که هر من رازی این داشته اصلا بخواییم آیمون کاملا صافه صافه مونه میتونیم از گیم بوستینگ هم استفاده کنیم آیه گیم بوستینگ واسه کجا آره اون خیلی اونجی رو ببری بالا نه یه خیلی هم تمکار نباشه چیز نشو دیگه در من استفاده نه دیگه نه بسته همین گر رازی میکنم بله به هر صورت منظور اینه اگه بخوام مقاومت خروجیمو ببرم بالا اگه این بوستینگ میتونم استفاده کنم یا نه خب میتونم یا نمیتونم با چه میپرسی که استفاده میشه نه این همین بس حالا که من تمرین کردم سوم رو ندارم خب تو تمریناتون با خوردتون میدم بعضی نکات رو که حتما تمرین رو با علاقه حل کنید که بعضی نکات رو ببینید یعنی اینو که وقتی که اینجوری میسازید ببینید می‌بینی که کافیه دیگه نسبت به تغییرات می‌دیدی که وجود داره این کافیه مشکلات دیگه این تو مدار هست که اثر بدتری داره خب این
این هم همینجور، این باید ولتاژ پایینه به اینجا وصل، درست. پس این هم یه نکته که اثر چنل ماجولیشن رو اینجوری باید برطرف کنیم، یا با افزایش ایری، یا اگر اسپک من خیلی هنوز با تغییرات ویدیدی میت میشه، خب یه هم قبلی همین خوب بوده، معمولا نمیشه با این مشکل رو حل بشه. نقطه بعدی که داریم توی این دوتا ترانزیستوری Q1 و Q2ه، من اصلا معمولا ترانزیستور NMOS به NPN توی پروسس CMOS هم ندارم، من ترانزیستور PNP دارم. برای اون چه کار کنم؟ برای اون خب ترانزیستور به جای VBE NPN VBE PNP میذارم. چجوری؟ اینجوری همشون کانکتر هم دیگه، این بیسشون به کانکتر، بیسشون به کانکتر هم هست، همون بی شد، هیچ مشکلی هم با آش نداره، اینو دارن دیگه، PNP های کانکتر مشترک. نکته بعدی اینا به زیبایی تو رزوی نوشته شده. دست تو چی بگه بگه نیستم؟ دعوا کردی؟ نه نش کردی؟ نه اینا تو رزوی هم برای بچه هایی که نخوام بنویسم، خیلی زیبا و خوب توضیح داده. بچه ها نگاه کنید حالا، پس این کار رو یه نکته، یه کار دیگه هم میکنم برای اینکه اثر میسمچ اینا رو کم کنم. ببین شما نکشید، اول بکشید. اگه من بیا وقتی اینو داشتم، دو تا بار پولار رو داشتم، اگه سادگی من NPN میکشم، این دو تا بار پولار رو داشتم، میگم دوست دارم این ولتاژ مساوی این ولتاژ باشه، اما میسمچ اینا ممکنه چند میلی ولتی اختلاف تو این گره ها درست کنه، مثلا روی هفته هم چند میلی ولت اختلاف داشت، نه؟ هرچی این هفته هم، و اگه این هفته هم بود یک و چارده هم همونقدر میلی ولت داشتن، خب اثرش کمتر بود، نه؟ متوجه این چی میگم؟ لذا من اصلا دوست داشتم از اول اگر ولتاژ ویدیدیم اجازه میده، مثلا اینجوری هم داشتم بیشتر خوشم میومد. حالا به جای اینکه دو تا این چند میلی ولت رو هفته هم اختلاف درست کنه، همون چند میلی ولت روی 1 و 14 هم اختلاف درست میکنه، یعنی اثرش کمتر میشه. ها خیلی وقتا اگر ویدیو اجازه بده این کارو میکنم، وقت میام چیکار میکنه هم کاره این یک و چهارده همون، یک و چهارده همون، هفته همون، هفته همون، یک و چهارده همون، یک ولتاژ هم بی تی ال این این هم رویم. حالا چی میگی؟ که حالا دو بی تی ال این چی؟ چی؟ میگم اگه بی دیدیه که بی دیدیم سه ولت باشه، دو و نیم ولت باشه. این نیست بچه و حالا داستان دیگه این چیه؟ بذاریم من یه دونه حالا با توی حلقه فیدبک هم یه چیزی برای توش بکشم آفرین. شما با از یه مسیر دیگه این میخواین این دوتا رو ست کنید. اینجا من چیکار کردم؟ از طریق تشابه این دوتا ترانزیستور رو کردم، شما از طریق حال شما فیدبک الان اونم نگاش میکنید. لذا من اگه دوتا ویدیدیم اجازه میداد دوست داشتم دوتا ویدیدی اینجا داشته. با وقتی PNP میذاریم دومی رو به نظر میاد یه خود مشکل دارم درست کنم دیگه، چون سر هم رو هم نمیتونم سوارش میکنم. چجوری درست میکنم؟ اینجوری درست میکنم، از اینجا میخوام دو VBE تا زمین باشه دیگه. خب یعنی یک VBE، اینم یه VBE. حالا این یاد ببینید هر دو اینا کالکتور مشترک هم، کالکتوراشون به VSS یا به زمین بسته. این گره دو بی بی ای بالای زمینه، تمام اتفاقایی که میخوام افتاده، اینجوری میتونم ساخت کنم.
نقطه ها توجه داشته باشید که این دو تا ترانزیستور هم باعث شمیدی الان جریان بیس اینو فقط دارم آه. من دوست داشتم دی بی هاشون همون باشه که قرار باشه که مثلا مثل هم باشن مثل اون دوتا دایود کانکتور داره که زیر هم هم اگه بخواهی دی بی هاشون مثل هم باشه باید این دوتا توی یه جریان باعث شده باشن خب این هم توی یه جریان همون جریان رو کپی میکنم از این دوتا رو رد میکنم راضی این؟ این برم همینجور دیگه که بازیه دیگه بایستشون از رو همین ساختن خوبه؟ چه مدار خیلی عالی شد اینجا یک مثلا هفته هم دارم، اینجا هم هفته هم دارم، باید این دوتا مساوی باشن میسمچ اینه ممکنه چند میلی وولت اختلاف تو این گره ها بذاره ببین هفته هم، فرض کن ده میلی وولت خطا دارم حالا خطای من آفست دارم اینجا حالا خطای من هستش، ده میلی وولت رو 700 میلی وولت فلان قد درصد میشه، قبوله؟ اما اگر این به جای هفته هم وولت بود 1.4 ولت حالا خطا هم نصف میشد دیگه حالا داشتم خطا 10 میلی ولت رو 1400 میلی ولت ها هر چی رو بزرگتر کنی اینو اثرش رو کمتر ببینید اینجا این کار کرده آیه بابا می توجه کنید که اگر دیوایس های من هیچ کدوم بیشتر از یک و مثلا فرض کن پروسس هم هیچ دست دارم باشه که من مکسیموم منبع تغذیه‌اش 1.8 ولت اگر دیوایس های من هیچ کدوم ولتاژی بزرگتر از 1.8 نبینم حالا میتونستم یه منبع تغذیه مثلا 2.5 ولتی هم وصل کنم به مدارم ولتاژ رفرنس هم رو بسازم مشروط بر چی؟ مشروط بر اینکه هیچ دیوایسی ولتاژ بزرگتر از 1.8 ولت نبینه چون چرا بیشتر ببینه گیت آکسایدش ممکنه وارد چی بشه؟ اما یه شکست بشه دوست نداشته باشه اما ریلایبیلیتی مدارم دقیقا کم میشه طول عمر کار کرده مدارم کم میشه پس یادم باشه اینجور نیستش که اگه پروسس هم یه پروسسیست که مثلا من باید تغذیهش یکنیم ورته دیگه ورتاژهای بالاتر نمیتونم استفاده کنم میتونم به شرطی که هیچ دیوایسی بالای یکنیم ورت رو نبینه آه؟ با ازم بذار اونجا دوت من کلا این بولتاژ باید تو کل سیستم رو وجود داشته باشه دیگه از بیرون باید وصل کنم یعنی من یه منبع بالاقی بهش وصل میکنم مثلا 2.5 ولتی از توش یه رفرنس خوبه 1.1 ولتی میزدم این یه راش بدم اینجا برای اون یکی بیجه ایتیا که چیزا رو صرف بین زن باید سرم چی؟ برای اون یکی بیجه ایتیا که زن باید صرف بین برای بیرونی هم حالا چرا دوتا ماس گذاشتیم؟ که جریان این شاخه این شاخه باشه چرا دوتا میگم گذاشتیم؟ خب همون بالایی درست چرا بالا این چرا این دوتا داره؟ برای چند عدد ماس گذاشتیم؟ این طرف مگه با بی بی این ثابت هم شد؟ نه ببین اصلا داستان اینجا داده اینجا ببین این شاخه رفرنس قبوله؟ اصلا اینجوری ساده هم من میتونستم این رفرنس رو اینجوری هم استفاده کنم قبوله؟ بگوید که شادن جریان مصابه این جریان دیگه چرا اینجا میرور شد؟ اما چی عیبش اینه که این دوتا که میرور میکنن این کاره نید این دوتا که میرور میکنن VDS هاشون خیلی با هم متفاوت اگر میامدن یه دیوایس دیگه اینجا میذاشتن قبلا گفتم حالا این دوتا ترانزیستور میرور میکنن دیگه که دارن میرور میکنن VDS هاشون این هم شد حالا اثر چنل ماجولیشن رو چیکار کردن؟ حذف کردن
اینجا که دوست دارم این جریان مثل این جریان شکل بی بی ایاشون یکی باشه. من برام مهمه که بی بی ایاشون یکی باشه. هر چی که گفتید اینجا، همه اون حرفایی که زدید راجب این یکی هم باید بزنید. این دوتای راستی ها. نه نه سب کن. هر چی که حرفی که قبلا برای یه ترانزیستور زدیم، حالا باید برای این دوتا ترانزیستور بزنیم. از جمله اینکه جریان آیشون باید اون رابطه رو راضی کنه این وی بی ای ها. در نتیجه جریان این باید محکم مثل این رفتار کنه. برای همین من اونجا این کار داشتم. میتونستم یه ذریب معلوم ثابت کامل ازشون بگیرم، اون که بی‌معنی هم. استاد من متوجه نمیشم چرا دارلینگتون ساخته همون تو دارد کانال تو ساخته نمیتونم قرار شد پی ان پی آی تو چیز توی سیماس تو پروسس سیماس کالکتورشون حتما سابستریت هم دیگه چی؟ یه نکته دیگه بگم حالا که اصدار دیگه بگم امروز بگم بحث تمام کنیم بچه نگاه کنید این پی ام پی ها اگر پروسسی داشتی که به هر دلیلی بتاشون کم بود جریان بیس اینا این آره باید یه فکری واسه جریان بیس اینا میکردن. حالا انشالله که بتاشون کم نیم، اما اگر بتاشون کم بود باید چی یه فکری برای جریان بیس اینا میکردن. چون مثلا حالا یه جریانی تو بازی من میاد که تابع بتاست و رفتار بتا و پروسس دیپندنت تابع رفتار بهتر ایشون هم هستی. مثلا یه مدار کنسلیشن جریان بیس باید اینجا میذاشتم، یعنی جریان بیسش یه جوری از بیرون براش تأمین میکردم که مشکل پیش نیاد. بتا هیتر چی؟ بتا هیتر هیتر هم دستور تو بیسش بذار. شما میگن اینو بذار یا عکسش دیگه. مثلا از پایین باید بذاریم دیگه افرا منطقه بشینه اون که دوره دو تا بی بی ای داره یک بعد پی ان پی هم مثل اینکه جور در نمیاد. چرا؟ پی ان پیش جور در نمیاد برسر یادت باشه که با قول شما کود آن کود بیتا هلپر شما دو تا بی بی ای داره یه دایر کانکته یه باید یه جفت جورش کن یه جور جریان بیس رو تنظیم کن اونم میشه منطقه یه خود بالا پایین داره اینم از این کارا رو که میکنم یه مدار پرکتیکال خیلی خوب ساختم که خیلی جاهام استفاده میکنم. همین مدار رو استفاده میکنم خیلی هم قشنگ خوب بود. نه؟ این توی اسپایس موجود میشه همینجوری یعنی برای تکنولوژی رو شناخته شده تو اسپایس؟ نه دیگه به اسپایس میگی یه پی ام پی دارم اینم مدل پی ام پی اون که علم غیب نداره اسپایس اون خیلی عالیه همین یه ایبو داره توی اگر از یه دیزاین کیت یه کارخونه استفاده میکنید اون وقت تو لایبرریش اون داره حرف شما کاملا صحیحه بگی آقا من بایپولار رو میخوام تو اون لایبرری اون هست خودش میگه اونجا درستش خب من بولم خروجی اینا رو مثلا از کجا میگیرم میتونم از اینجا بگیرم اگه ولتاژ رفرنس بخوام یا گفتیم چی کارش میکنیم اینا کپیش میکنیم مثلا اینو کپیش میکنم بعد یادتونه یه آر رو بعد وی وی ای میذاشتیم و از این کارا میکردیم از اینجا میگرفتم تش که این خروجی رو درست میکنم یادم باشه اینا همینجوری اگه بخوام از این مدار از تغذیه‌ای که اینجا ساختم از رفرنسی که ساختم اگه نخوام جریان بکشم همینجوری استفادهش میکنم اگه بخوام جریان بکشم حالا حتما یه بافر اینجا میخوام مثلا که جریان رو این بده یعنی این میشه چی؟ این میشه ولتاژ ورودی اینه که داره جریان به مدارم میده بسه دیگه بگیم روش دیگر هم بکنیم چون من یکم بیش میخوایم تموم کنیم پس شما صحبت میکنیم من رو پاکیم نمیخوام در باشه کامان داره این همیشه هم هر کاری دیگه میخوام باید باید نمیشه یا نمیشه
خب بچه پس بدیم ننویسیم حالا دیگه گوش بدیم که تموم کنیم. یه راهی دیگه شدیست که آقای عجوان بود پیشنهاد کرد چیکار کنم برای که این دوتا را مساوی کنم. من میدونم اگه یه آب هم داشته باشم ورودی این اینورتینگ و نان اینورتینگ یشون مساوی هم بشن که فیدبک من مناسب رو داشته باشم. قبلا هم این رو فکر کنم دیدیم. میان چیکار میکنیم؟ میان این دوتا رو ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ آب هم هم میدونم. یعنی چی؟ یعنی این ترانزیستور NPN که حس میزنیم در عمل مثل اون PNP که اونجا گفتیم میسازمش. این هم این شاخ هم که قلبه BTLN N رو برام بسید. این دوتا رو مست میکنم به ورودی آب هم مثل قبل یادتونه شما نکشینا از اینجا گرفتم و از اینجا گرفتم دادم آب هم برگردوندن اینجا دوتا مقاومت رو داشته بودن. اینجا هم همینجوره این همون نایست برای نمی کنه دیگه. اینجا این شکلی کشیدم اینجا اون شکلی می کشم میام این گره این فیدبک رو می خواهیم حتما که چه اتفاقی بیفته که آب همپر درست کار کنه این ولتاژ مساوی با این ولتاژ بشه این دوتا رو فورس کنه یک کشم همون دیگه نه یه هر چیز دیگه بشه دوست داشتی چیز دیگه ای دوست داشتی؟ نه اشتباه فکر نه هم حالا کم کم مالیفایش میکنه یک خود تحقیقات ترش بله همونه خیلی هم عادیه نه خروجی من کجا میدونم مثلا از اینجا میگم که خروجی آب هم هم هستش شما دوست ندارید این شکل چون این معترضه که چه دکیه شون در حیات میگه تو داری سر من کلا میذاری همون مدار یه جور دیگه کشیدی داری به هم تو داره میگی یه چیز جدید داره گفتن حالا راضی شده اینو گفتیم بچه چرا اینو منها گذاشتم؟ فیدبک من آفرین زدی به اف چی بیشتر باشه از فیدبک زدی به اف فیدبک مصبت هم همشه این چک رو اونجا تو من با تغذیرش شوی هم هم میکنیم آب هم هم داره این رو تغذیر میکنیم من با تغذیرم رو آب هم میشست خوبه این هم میشه مثلا خط اینجا بود داره خروج اگه این مدار رو بخوام بسازم حالا باز دوباره همونجور که آقای رضوی انتظار دارن چند تا نکته که تو پرکتیس بهتر رعایت کنم و بهش اعمال میکنم اولین دست ببین اینجا اون داستانش رو ندارن داستان اینکه این دو تا ترانزیستوری که ام یک و ام دو که اینجا یکی می‌کردن توسط این آب هم و فیدبک شو اینا درست شده در نتیجه اگه آب هم به گینش کافی باشه به اندازه لوپ گینی که آب هم داره این دو تا رو نزدیک می‌کنن به هم دیگه یعنی همیشه ولتاژ این دو تا هست چی ولتاژ خروجی تقسیم بر گین آب هم میشه چی ولتاژ ورودی آب هم هر چی گین آب هم بیشتر باشه این ولتاژ دو تا ولتاژ نزدیک‌تر اینا واضحه حالا اشکالی که پیش میاد اینه که من که آب هم ایدئال ندارم که آب هم ایدئال دارم یکی از مشخصاتش چیه ولتاژ آفستشه چون اصلا دعوای ما این بود که می‌خوام این دو تا ولتاژ رو یکی کنم دیگه چه عاملی نمیذاره یکیشم ولتاژ آفست آب هم خب قرمز منم دیگه تموم شد ولتاژ سرد این ولتاژ آف چجوری مدل میکنم؟ میگم یه آب پمپ ایدئال این هم ولتاژ آفست این وجود داره حدس هم میزنید تو دنیای ماس ولتاژ آفست ها بدتر هم هستن از دنیای بایپولار میسمچ ماس ها بیشتر از میسمچ بایپولار حال من هستش یه ولتاژ اینجا داره این ولتاژ آفست هم هستش این هم آر هستش اثر این چیه؟ بعد نیست یه دفعه به دست بیاریم ببینیم اثر این چیه این هم ولتاژ خروجی نه دینو مکتولا چک نمی کنیم چی؟ یه اثر یه نوچه دینو مکتولا دیگه به هر صورت یک به اندازه اون گینه چی داره؟ مثلا گینم چقدر 10,000 نه؟ اینجا یکی دو ولت یک ولت تقسیم بر 10,000 میشه یک دهم میلی ولت همینجا حدس میزنی که چرا اول من اینو دارم نگاه میکنم چون این حتما بیشتر یه دهم میلی ولت
دنیا دنیای ماست. لذا از همین جا هم حدس میزنید که وقتی این آفنده رو دارم دیزاین میکنم، یکی از پارامترهایی که حتما باید رعایت کنم اینه که ولتاژ آفستش کوچیک باشه. مثلا اولین نکته که باید رعایت کنم برای این آفنده چیه؟ برای اینکه آفستش کوچیک باشه بچه‌ها، آفست میسمچ ورودی اومد WR ورودی آفم هم در ساده ترین حالت یک کلمه دیفرانسیله ها، این هم ورودی آمد نه؟ آفست از اختلاف این دوتا VGS میاد دیگه، هرچی WR این دوتا بزرگتر باشه، دیوایس های درشتری باشن، بزرگتر باشن، یا نگیم WR، بگیم دیوایس های درشتری باشن آفستشو میتونم هم WR رو بزرگ کنم، هم L رو بزرگ کنم، آفست آپامپ هم کمتر میشه برشتر. حالا ببینیم اصلش روی خروجی چی هستش. این دفعه ببینید این آپامپ ایدئال آفست چه با این مدل کرده، یعنی اینجا مساوی اینجاست. بذار اگه بنویسم ببینم، میگم VBE1 اینجا مساویه با از اینجا تا اینجا هستش، VBE2 به اضافه RI اینجا ریان RI به اضافه حالا این دفعه چی؟ منهای منهای اینجا منهای ولتاژ آفست آپم قبوله؟ دوباره ما روابط رو بنویسن. حالا آر آی این دفعه می شود، آر آی می شود این آر آی وی بی ای یک منهای وی بی ای دو به اضافه ولتاژ آفست. یعنی چی؟ یعنی وی بی ای یک منهای وی بی ای دو که هست چی بچه ها؟ وی تی ال ان ان نه؟ پس می شود آه آی این دفعه میشه همون که دلم میخواست وی تی ال ان ان، منتها یه چیزی بهش اضافه شده به اضافه ولتاژ آفست. نتیجه قضیه چیه؟ نتیجه قضیه اینه که وی او رو که میخوام حساب کنم، اگر اسم اینا رو بذارم R1 و R2، اسم اینو بذارم R3، R2 رو هم مساوی R1 بگیرم، اینجا بنویسم R3i مساوی این ولتاژ دیگه هست، VTLNN نیست، هست VTLNN به ازای ولتاژ آفست. حالا ولتاژ VO رو بنویسم، VO هست R2i، این ولتاژ این گره رو دارم می‌نویسم بچه ها، ببینید اینجا VO R2i این ولتاژ به اضافه این ولتاژ R3i که اینه VTLNN این R3i به اضافه V offset به اضافه VBE یه VBE لازم داشتن دیگه، فرم نمی‌کنه که Q2 که NQ1 اینم NQ1. حالا دوباره بی او رو به دست میارم، ببین چه شکلی شد، بی او شد به جای آی مقدارشو میذارم، به جای آی مقدارشو میذارم میشه R2 VTLNN به اضافه V offset تقسیم بر R3 به اضافه VTLNN به اضافه بی آفسه به اضافه بی بی رو دیگه میخوامش. حالا جمع جورش کنم، وی او میشود یک به اضافه از وی تی ال ان ان به اضافه بی آفسه فارق رو میگیرم R2 به R3 ضرب در وی تی ال ان ان به اضافه ولتاژ آفسه به اضافه بی بی رو. این قضیه رو میبینیم قبلا داشتم این بی تی ال ان ان به اضافه بی بی ای رو، حالا این بی آفست هم اومده کنار داستان من، نگاه کنید قبلا که این نبود میگفتم این کپشن کوفیشنتش پازیتیوه، یکی نگاتیوه، با هم جمع میشن داستان حل میشه.
حالا دو تا مشکل پیش اومده. اولا این با یه چیزی جمع شده که مقدارش معلوم نیست. رندومه دیگه ولتاژ آفست. ها؟ داره به داره عوض میشه. من چون دارم چقدر. تازه چی داره؟ تمپرچر دریفت خودش هم داره. یعنی با درجه حرارت هم یه جوری تغییر میکنه که قرار نیست. ها؟ مثل این باشه. لذا این رو حسابی برای من مشکل درست کرده. برای همین هم هستش که اولین شرط هم اینه که آفست آف هم لو. تا جایی که زورم میرسه اولا لو آفست. مثلا دیوایس های ورودیش چی باشن؟ دیوایس های ورودیش کجا نمیدیم؟ چه خبره همه دارم؟ دو تا دارم فرده هم دارم بریم؟ کلس رو بکرد رو میخوام تاریخ رو تاریخ رو کلس رو بکرد من بریم 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 من که نفهمدن چی بکرم آقای یه خبره هم من بریم مصطبی هم همشی تیسی شد رندومه من چند هم؟ تیسی شد تمشو کوپسین را و آب هم تو چجوری ساخته؟ تمش ولتاژ آفسته چیز بود؟ من چیز تو میبودم این ولتاژ آفسته آب هم هست کی یادشه؟ الان خسته هم دید هست همون که هست شد؟ آره یادم نمیدونم الان خسته شدم اگه یه ده دقیقه صرف کنی یادم نمیدونم بعد از کلاس بیا بهتون کاری نداره که رابطه بعد از کلاس می نویسیم درش میاریم لازم یه حفظ باشیم که خب فعلا یه فکر آب همون رو لافزت در میکنیم یک اولین داست دیگه چه کارهایی میتونم بکنم که اثر این آفزت رو کم کنم بگیم دیگه نمیخوای بگه های بابا میدونی یک کارهایی بکنیم که اثر آفستمون کم شد اصلا توی یک دره این بیدر باشیم چی؟ یک کاری کنیم که من بگم چی کنم یکی اینکه مثل قبل بکنم دیگه به جای یه دونه بی بی دو تا بی بی این بر بذارم دو تا بی بی این بر بذارم حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا این فولتاژ آفسته با دو بی بی ای به اضافه بی تی ال ان مقایسه میشه اوزام بهتر میشه پس این دو تا کار یکی آپام رو آفسته باشه یکی اینا رو به جای یه بی بی ای دو بی بی کنم که یاد گرفتم چجوری این کار رو بکنم یک کار دیگه اینه که دوباره ببینید ولتاژ اینجا هست این ولتاژ ها به ازم نگاش کنید دیگه اینجا که نوشتم هست اون ولتاژ مقاومت دو سر آر رو ولتاژ دو سر آر رو به اضافه این ولتاژ این بی تی ال ان ان به اضافه این ولتاژ به اضافه این ولتاژ به اضافه ولتاژ آفست اگه اینو بزرگش کنم اگر اینو بزرگش کنم مقاومت رو بزرگ کنم چه اتفاقی میفته جریانم که همونه اتفاقی که میفته این هستش که افت ولتاژ رو این زیاد میشه افت ولتاژ رو این زیاد میشه چه اتفاقی میفته اثر ولتاژ آفست هم کم میشه همین فهمیدین چیه یعنی به جای اینکه اینو بذارم آر دو دیگه بذارم آر دو مساوی آر یه بذارم آر دو مساوی با ام جریان هم که همونه دوباره هست بی تی ال ان ان تقسیم بر آر سه اما حالا باید از چه جمعه نگو اما حالا افت ولتاژ دو سر این بیشتر میشه افت ولتاژ دو سر این بیشتر شد چی اتفاق میفته اونجا ظاهر میشه این تیکه این آروه بزرگ شده دیگه این تیکه که بزرگ میشه چه اتفاقی میفته این سهمش نسبت به این بزرگتر میشه اثر این کم میشه غالبا این کارو میکنم اینو میذارم به جای آر دو ام برابر آر یک به جای مساوی آر یک تمرین خوبی اینه من میدونم چی تو ذهنه چی تو رابطه پایین ببینی اونجوری نمیشه مقایسه کرد زیاد ثبت تمرین خوب اینه که امشب تو خونه حل کنید ببینید چه اتفاقی میفته این دوتا مساوی هست این دوتا این دوتا ولتاژ مساوی هست قبوله این برای رو بسید این دوتا ولتاژ مساوی هست اینجا هنوز وی تی ال ان ان اینجا هم وی بی ایه قبوله حالا شما حساب کنید نه دیگه تمرین هست من خواهم تمرین بگیم بعد آفست یکی خب آفست اضافه شد فرض کنید نی اول اینجوری حل کنید
حل کنید مسئله رو، ببینید چه اختلافه با اون محاسبات من داره، یه جاهایی هم تغییر میکنه یه ذریع. حل کنید دیگه، اصلا اگر تا حالا من هم میگرفتم آریک مساوی آردو، حالا بگید آریک غیر مساوی آردو، مسئله رو حل کنید ببینید چی از آب در میاد. خوبه راضی؟ حل کنید ببینید چی میشه، همون معادلات رو می‌ریزید، همون کارا رو می‌کنید، می‌بینید دو تا وی بی ای هم حالا جریاناشون یکی نیست، یه خورده روابطش متفاوت میشه، اما همون قضایا رو می‌بینید، به اضافه اینکه می‌بینید که اثر این کم شد. در حقیقت اتفاق با من یواش یواش جوابشو بهتون بدم، این به جای ال ان ان میشه ال ان ان زر در ان، این ان باشه. حالا هر کاری ببینید چی، آره جریانا هم بی خود بوده، جریانا یکی نیستن چون وی بی ای ها اینا می گفتم که ایدم اینه آردو رو که بزرگ میکنم افت ولتاژ روش زیاد میشه، افت ولتاژ روش زیاد چه چون این افت ولتاژ با بی آفست مقایسه میشه اصلا بی آفست کم میشه. اینو اگه با مثلا نیم ولت مقایسه کنم تا با یک ولت مقایسه کنم، خب وقتی با یک ولت مقایسه میکنم اصلاش کمتره دیگه اصلا خطر. پس غالبا اینو اگه بزرگتر از این بگیرن این اتفاق میفته. تمرین این مسئله خوبیه آقای رزمانی. حالا بدون آفسد یا بی آفسد ببینید اگه آردو مساوی آر یک نباشه روابطمون چجوری میشه دیگه، خودتون بکنید، من هم خسته شدم. خیلی خیلی هم گرمه نه؟ شما هم گرمه خیلی خیلی خسته کردم. چیکار کنم؟ من ببینم کارشون کنم بکنم شما دلیلت همونه؟ نه باید تا نفهمیده. دیگه چه نکاتی را حیات کنیم؟ دیگه چه کنم تو هم بگیم؟ کش بده نزدیم دیگه چه کنم کنیم؟ باشه. تمپریچر کوئفیشنت کیو 1 و کیو 2 واسه وی بی ایشون یکیه. دیگه اینکه دلتا وی بی ای به دلتا تی هست مثلا من های یه رو 6 ده های میلی وولت پر دیویسی دیگه. نه؟ در حقیقت دلتا وی بی ای به دلتا تی بیدید رابطه شد. اون یه کسی که مخرجش تی بود، صورتش بود وی بی ای به اضافه ام به اضافه چیز هم در تی به دلتا برمگر. منها، این دوتاش منها بود، مستقل در جریان بود، این تیکه ای بی بی ای اولش یه ذره لوگاریتمی با جریان بود. فهمیدی چی میگم؟ یه ذره خب در اصل تمپرچر کوفیشنت فرق میکنه، یادتون اومد چی میگم؟ یه ذره به اندازه این بی بی ایه. این بالا آفست، پس چند تا را داشتم، آقا هم بالا آفست بگیرم، دوم این که ترانزیستور ها به جای یکی یه جفت بگیرم، دوتا بگیرم، سومی که اون مقاومت رو بزرگ کنم. مقاومت رو بزرگ میکنید، هم من خسته شدم هم قصد نداشتم. خودتون روابط رو بنویسید ببینید که اثرش چی هستش. ببینیم اون الانه میشه الانه انه زر در ام کجا که من یادم خودتون بنویسید ببینید چی در میاد. این کار هم میتونیم بکنیم. معمولا اینو چجوری میسازمش؟ معمولا به جای این مقاومت ها اینو این شکلی میسازمش. این ترانزیستور همون شما که همشه میکشیدیم بکشیم یه ترانزیستور هم این هم اون یکی یه آر دارم بی تی ال ان ان دو سرش یکی هم این هم آب هم و این همون شکلی که آیه این همون شکل. خب حالا به جای اینکه مقاومت بذارم میام اینجا من برای جریان میذارم تو کتابتون اون شکلی کشته حقا اون شکلی میکشه من همون شکلی میام به جای این مقاومت ها چی میذارم؟ منبع جریان میذارم. حالا چی؟ خروجی آپم اینو میرم به ویدیدی. خروجی آپم پا ما کجا میارم؟ اینجا هیچ دیگه جریانی هم خروجی آپم پا نمیکشه. حالا دوباره حلقه فیدبک بسته هستش. همون اتفاقات خوبی که میخوام بیفته افتاده، نفع با منبع جریان افتاده به جریان مقابل.
بسازیم اینجا چه شکلی میشه؟ اینجا این شکلی میشه همون شکلها رو این شکلی میکشمش که تو کتاب کنم بعد جریان هم از چجوری میبرم بیرون؟ اینجوری خب رازی باز همون میشه داستان میتونید اینجا رو بگیرید میتونید دوباره اینو بیاد یه مقاومت رو یه چی؟ یه بقیه داستان ببینید مثل سال یه دو سه تا نکته راجع به این بگم که مطلب رو تموم کنیم کلاس رو هم دیدید این هم آفستش رو باید مراقب باشیم آفستش رو باید مراقب باشم داد میکنه یه خطایی درست میکنه که خطاشو دیدم مدار مداریست که خروجی بی سی برام مهمه نه؟ لذا خیلی نگرانه این نیستم که چجوری آفست رو کم کنم میتونم دیوارستان رو خیلی بزرگ بگیرم خب پنل باندم رو کم میکنه اما از اون بر آفست هم رو میتونم خیلی خوب کنم آیا اینجوره که این آپم اگه پهنای بادش کم باشه مشکلی دارم؟ مشکلی ندارم؟ میبینم تا جایی که اینجا صحبت کردیم نه این میتونه این لازم نداره پهنای بادش زیاد باشه چرا خروجی دی سی داره اما تو رفتار ترانزیت میبینم گرفتارم میکنه یعنی چی؟ باز این تو کتاب دونم اگر که به هر دلیلی این گره های خروجی که جریان رو کپی کردم بردم به جاهای دیگه مدار جریان رفرنس هم به جای دیگه بردم اگر یه ترانزینت این شکلی داشته باشه یه چیزی اینجا یه جریان زیادی بکشه این گره افت میافته پایین اگه همچین ترانزینتی داشته باشه این ترانزینت از طریق این خازن گیترین این به اینجا منتقل میشه یعنی چی؟ یعنی این گره یه ترانزینت یعنی کل مدارم دوچاره یه ترانزینت میشه ها؟ این آب پمپه باید چی کار میکرد؟ با سرعت میتونست اینجا رو رگولیت کنه اینجا رو رگولیت کنه نذاره که این بره پایین یعنی خروجی آب پمپ هم که در حقیقت ولتاژ رفرنس من اینجا شده دیگه همه چی با این داره تنظیم میشه اگر به دلیل این ترانزینت بیاد پایین تو تمام این مدت که خروجی تغییر کرده چیه؟ رفرنس های من دوچار مشکل شدن در نتیجه این آپم باید آپم به سریعی باشه نذار این اتفاق بیفته هرچی ممکنه این رو سریعتر هرچی آپم به سریعتر باشه این تغییرات جزئی تر لذا میبینم که این دوتا اسپک آپم با هم تضاد دارم اینجا میخوام نو آفست باشه دیوارسته بزرگ تو ورودی میخوام اینجا میخوام سریع باشه که ترانزینت ها رو هست کنید یک نکته که اینجا هست ممکنه یکی بگه برای اینکه این خروجی تغییر نکنه برای اینکه این خروجی تغییر نکنه میتونید یه خازن از اینجا به زمین بذارید این گره رو کاملا رگولیتش کنید صافش کنید نذارید ترانزینتی اگه ترانزینتی هم هستش ها با این پاکش کنید مثل یه فیلتر لوپس داریم عادت هم دارید معمولا رو تغذیه‌تون خازن بزرگ می‌ذارید این به نظر میاد یه کار رو خوب میکنه این باعث میشه که چیه؟ حالا وقتی که یه همچین ترانزینتی اینجا داری یه چارج دیستریبیوشن بین این خازنه باشه و این خازنه هرچی این خازنه بزرگتر باشه چه اتفاقی میفته؟ میزان پایین اومدن اینجا کمتر میشه چون تو این چارج دیستریبیوشن این خازنه بزرگ میشه بولتاژ دو سرش کوچیک این کوچیکتر میشه قبوله؟ اما حالا یه اتفاق جدید افتاد این که صفر که نمیشه که بالاخره یه مقداری داره بین چار... از روی چارج دیستریبیوشن بین این و این تعیین میشه قبوله؟ حالا تو خروجی آپمپت یه خازنه بزرگ گذاشتی این خازنه این آپمپت چیه؟ کند شده در نتیجه شکلی که به درست میشه این هستش با سبز میکشن اگر قبلا این بوده حالا کم شده اما چیه؟ حالا آپمپت دیرتر ستل میکنه به موار نهاییش هرچی که اینو هرچی که بودو کمیشتر بکشیم هرچی که این خازنه رو بزرگتر کنیم این
پایین کمتر پایین میاد اما طول بیشتر طول میکشه چون آپامپتون کنتر میشه تا مقدار نهاییش برسه. یه نکته دوباره این که این خازنه که میخوایی بذاری تو خروجی آپامپه باید مطمئن باشی آپامپه پایدار میمونه. این غالبا مجبورم میکنه که این سینگل استیج هم باشه. یادتونه وقتی که دوتا استیجی داشتید خازنه لود باعث ناپایداری میشه. همه اینا تش در عمل میگه که اولش کنه میخواه خازنه رو ده. یعنی همین اولی آبیه بهتر بود، همین آبیه که داشته بهتر بود. اما این به اندازه کافی تا جایی که میتونید پنرگانش خوب باشه، سرعتش خوب باشه که بتونه این تغییرات رو رگولیت کنه در عمل. این همین نکته. باز اینم توی رزویل هستش، میتونید نگاه کنید. دیگه خسته شدید. هم شما هم هم. بیا زورت تو اتاقا بگیم. حالا تو اتاقا. ده دقیقه دیگه است دیگه تا قبل بیاد دیگه بالا. وقت سوال دیگه. تا جلسه آینده. این چند نکته دیگه جناب من دارم خواست بگم. الان خسته شدم دیگه. جلسه دیگه براتون میگم بعد. بعد در مطلب بعدی بشه.